12 نوامبر 2021 اشلی ودزورد 19 ساله در حالی که داشته از کانادا میرفته به انگلیس به خاطر اینکه میخواسته دوست پسرش رو ببینه سر از پا نمیشناخته، به خاطر اینکه اینها یک مدت خیلی طولانی بود که با همدیگه صحبت میکردن ولی تا حالا فرصت نشده بوده همدیگر از نزدیک ببینن، ولی هیچکس فکرشو نمیکرد که قراره این سفر هیجان انگیز و رمانتیک و عاشقانه به چه تراژدی وحشتناکی ختم بشه. سلام بچنگا، خوش اومدید به کانال خودتون. همینجوری که میدونید و یا شاید نمیدونید من نفیس هستم و امروز میخوام براتون در مورد یک پرونده جنایی خیلی ناراحت کننده صحبت بکنم. بذارید برگردیم به عقب و با کسایی که توی این پرونده قرار سر و کار داشته باشیم از اول آشنا بشیم. اشلی ودزورد توی 25 جولای 2005 توی شهر ورنن توی بریتیش کلمبیای کانادا به دنیا میاد. به همراه پدرش کنت، مادرش کریستی و خواهر بزرگترش هیلی زندگی میکرده. این از اون خانواده‌هایی بودن که عالم عمو، عمه، خاله، دایی و خب یه عالم بچه، از اون خانواده‌های خیلی بزرگ که خیلی هم با همدیگه خوب بودن و همدیگه خیلی دوست داشتن و میگن بهشون یه خانواده‌های منسجم و خیلی پر جمعیت. توی همچین خانواده ای اشلی به دنیا اومده بوده و بزرگ شده بوده. خود اشلی از این دخترای پرشور و پر جنب و جوش و خوش اخلاق و مهربون و از اونایی که خیلی هم دیگه بیش از اندازه مثبت اندیش هستن، که حالا مثبت اندیشی زیادم خیلی خوب نیست، از اونایی که همه چیز رو همیشه روی خوب و مثبت قضیه رو میبینن، هیچ وقت مثلا نسبت به هیچ چیزی نظر منفی ندارن. از اون آدم ها، از اون آدم هایی میبینی که نمیشه دوستشون نداشت. یه شخصیت هایی دارن که واقعا آدم دوستشون داره، مجبور دوستشون داشته باشه، شاید اینجوری بگم خیلی بهتر هستش. اون دختری که تنیس بازی میکرد، شنا، سوارکاری، خیلی دختر فعالی بود. ساز کلارینت میزد، نواخت میزد. حالا و در کنار همه اینا از اونایی بود که خیلی توی سوشال مدیا هم فعال بود. بر خودش از این سایت و حالا برنامه‌های اجتماعی داشت و توشون فعالیت میکرد خیلی زیاد. و اینجا بوده که از طریق یکی از دوستاش با جک ستل آشنا میشه. جک توی 9 ژانویه 1999 توی انگلستان به دنیا اومده بوده. آره، یکیش تو کاناداست، یکیش تو انگلیسه. حالا جک دقیقا نقطه میشه گفت مقابل اشلی بوده. مامانش تریسی دالتون بعد از فوت پدر جک با یه مردی ازدواج میکنه به نام ریکی. جک یه خواهر به نام نادیا و یه برادر به نام جوردن داشته. رابطهش با برادرش اصلا خوب نبوده و میتونم بگم که تنها کسایی که خیلی جک باهاشون رابطه خوبی داشته و تقریبا آدمهای دور و برش رو فقط شامل میشدن خواهرش نادیا و مادرش تریسی بوده. کلن از اون آدمهایی نبوده که دور و برشون دوست و آشنا زیاد داشته باشن یا حاضر باشن با آدمهای مختلفی سر و کار داشته باشن. یعنی گفتم بهتون که یه جورای نقطه مقابل اشلی بوده. جک بیشتر وقتش رو تو اینترنت میگذرونده و گیم بازی میکرده. هم کلاسش در موردش گفته بودن که یه پسر خیلی پرشور و فان هستش ولی یک روی خیلی تاریک داره و اونم موقعی هستش که از دست کسی عصبانی بشه خیلی میتونه آدم وحشتناکی باشه، خیلی پرخاشگر میشه و با همه دعوا میکنه. خب این دو تا توی سن خیلی کمی با هم دیگه آشنا میشن. اشلی دختر 12 ساله بوده و جک حدوداً 15 سالش بوده و این دو تا وقتی با هم دیگه آشنا میشن، خب یه مقداری برای هم دیگه جذابیت داشتن دیگه. به هر حال نوجوونا وقتی که دو نفر با هم دیگه آشنا میشن، مخصوصا که حالا توی دو تا شهر مختلف یا اصلا دو تا کشور مختلف باشن، چیزای کشف کردنی برای همدیگه خیلی زیاد دارن. حالا اگر که مثلا یه سری علاقه هم با همدیگه داشته باشن که خب این رابطه میتونه براشون جذابتر و باحالتر باشه. خلاصه اینا شروع میکنن همینجوری فعلا اولش با همدیگه چت کردن و یواش یواش با همدیگه دوست میشن. اشلی اون موقع موبایل نداشته، از طریق کامپیوتر خانوادگیشون با جک صحبت میکرده. یه کامپیوتری بوده که توی سالن پذیراییشون بوده و خب تقریبا همه میفهمیدن که اشلی داره با یک نفر توی یه کشور دیگه صحبت میکنه و میشه گفت تقریبا جک رو از همون اول میشناختن، رابطه پنهانی و یواشکی بینشون نبوده.
روزها میگذره، سالها میگذره و این دوتا بزرگتر میشن و رابطهشون یه مقداری صمیمانه تر میشه، یواش یواش شروع میکنه به عمیق‌تر شدن و یک حس دوست داشتنی بین این دوتا شروع میکنه به شکل گرفتن و یواش یواش شروع میکنن به ویدیو کال کردن. بعد بهتون گفتم که کامپیوتر خونشون خب توی سالن پذیرایی بوده، به خاطر همین وقتی اشلی داشته ویدیو کال میکرده با جک، خب افراد خونه هی توی خونه رفت آمد میکردن، حالا حتی گاهی اوقات مثلا حالا آشناهاشون فامیلاشون هم اونجا بودن دیگه. اینا کم کم یه جوری شده بوده که مثلا وقتی که جک رو میدن سلام جک، اون جک به خانواده این سلام میکرده و اینا کاملا جک رو شناخته بودن و یواش یواش به وجود جک یه جوری عادت کرده بودن، به خاطر اینکه این ویدیو کال کردن این دوتا تقریبا هر روزه بوده و یه جورایی میشه گفتش که جک دیگه تبدیل شده بوده به یه عضو خانواده‌شون. فکر کن یک نفر وسط پذیرایی خونت هر روز میبینیش، خب واقعا میشه یه عضوی از خانواده‌ات دیگه، خیلی طبیعیه که آدم بهش عادت بکنه. گفتم که خب رابطهشون با هم دیگه صمیمی شده بوده، جک شروع میکنه برای اشلی به مناسبت‌های مختلف کادو میفرستاده و یواش یواش اشلی دیگه خیلی احساس میکرده که با جک چی میگن بهش عادت میکنه و یه جوری شده بوده که اشلی میومده تمام مردایی رو که باهاشون میخواسته آشنا بشه رو با جک مقایسه میکرده. این وسط این دوتا کاملا درسته با هم دیگه یک رابطه تقریبا عاشقانه رو شروع کرده بودن، ولی هر کدومشون برای خودشون یه توی شهری که زندگی میکردن، توی کشوری که زندگی میکردن رابطه های دیگر هم داشتن. اینجوری بوده که جک خیلی خیلی دوست دختر میگرفته و دائما با زن و دخترهای دیگه بوده رابطه میشده، در کنارش اشلی هم مردهای دیگر مثلا ملاقات میکرده ولی خیلی رابطه هاش رو جدی نمی گرفته. ولی جک نه، جک اینجوری نبوده، جک واقعا وارد یک رابطه یعنی واقعا دوست دختر می گرفته. اما جک از اون آدمایی بوده که خیلی توجه میکنن نسبت به دختر، خیلی توجه میکرده نسبت به اشلی و به خاطر اینکه حالا جک توی انگلستان توی شهر اسکس زندگی میکرده، اشلی هم توی ورنن کانادا زندگی میکرده، اینا حدود 8 ساعت اختلاف ساعت داشتن. جک اینجوری بوده که صبح زود بیدار میشده، شبا دیرتر میخوابیده که بتونه مثلا خیلی بیشتر با حالا دوست دخترش حرف بزنه. خلاصه تقریبا یه 3 سال گذشته بوده، اشلی 15 سالش بوده و خیلی زیاد اصرار میکرده که بره و جک رو ببینه، ولی خب مسلما خانواده‌اش بهش اجازه نمیدادن به خاطر اینکه سن اشلی هنوز برای مسافرت تنها رفتن خیلی کم بوده و کاش هیچ وقت به نظرم بهش اجازه نمیدادن که همچین کاری بکنه. البته مسلما مثل به هر رابطه دیگه ای همه چیز براشون گل و گلاب نبوده و اینا به محض اینکه دعواشون میشد و میزدن به تیپ و تاپ هم دیگه، اشلی بلاکش میکرده جک رو و جک شروع میکرده دلبری کردن. چیکار میکرده؟ میرفته اکانت جدید میساخته، به اشلی پیام میداده یا مثلا از اکانت خواهرش یا از اکانت مادرش سعی میکرده با اشلی یه جوری ارتباط بگیره، یه جورایی منت کشی میکرده و خب دیدید که دختر خیلی از این ما دختر از این خیلی خوشمون میاد که منتمون رو بکشن و مسلما اشلی وامی داده و دوباره رابطه دوباره از سر گرفته میشده. یعنی یه جورایی جک هم روابطش رو توی انگلیس داشته و حاضر نبود ازشون دست برداره، هم اینکه حاضر نبود از اشلی دست برداره و اشلی اعتقادش این بوده که این پسر خیلی مهربون و با معرفت هستش. تو سال 2018 جک یک کار خیلی عجیب انجام میده، میره اسم اشلی رو روی دستش تتو میکنه و موقعی که اشلی خیلی با ذوق و شوق اینو قضیه رو برای پدر و مادرش تعریف میکنه، پدر مادرش خیلی یکه میخورن و پدر مادرش اعتقاد داشتن که این یک کار خیلی افراطی و هیجانی بوده و به اشلی میگن که یکم بیشتر مراقب رابطش باشه و بهش هم هشدار میدن که اون نره همچین کاری کنه، یعنی نره یه دفعه اسم جک رو روی خودش تتو بزنه. و یک اتفاق وحشتناکی که میفته چی بوده؟ یه بار که این دوتا با هم دیگه دعواشون میشه، جک یه دونه چاقو برمیداره و روی اسم اشلی رو میبره و بعد از اون هم شروع میکنه رفتارهای خشونت آمیز نشون دادن، حسادتش رو ابراز میکنه و شروع میکنه به کنترل کردن اشلی. مثلا اگر خودش
با دخترها قرار میذاشته هیچ اشکالی نداشته، یعنی خودش کلا هر کاری میکرده ایبی نداشته. اشلی هم میگفته که نه، اگر من با اونا قرار میذارم به خاطر این نیستش که دوستشون دارم، تو اصلا برای من یک جایگاه دیگه ای داری، من تو رو خیلی خیلی بیشتر دوست دارم، من اینا رو همین جوری باهاشون قرار میذارم. ولی اگر اشلی با یک نفر قرار میذاشته یا مثلا جک فکر میکرده، حدس میزده یا حالا حتی مطمئن بوده که اشلی با یک نفر قرار گذاشته رفته بیرون، خون به پا میکرده. حالا نه به معنی واقعی خون به پا کردن، ولی واقعا اصلا یک رفتار خیلی خیلی زشت و بدی نشون میداده. تا اینکه یک بار اشلی میاد با یکی از دخترهایی که تو خونه جک اومده بودن و مونده بودن صحبت میکنه و اون دختر برمیگرده بهش میگه که ببین من میخوام برم ولی جک نمیذاره. یعنی اینکه با وجودی که جک ابراز میکرده که اینا رو نمیخواد و دوستشون نداره، ولی در واقع خودش بوده که اجازه نمیداده دخترها وقتی میان از پیشش برن و کلا مثلا دخترها میاد با هم دیگه با جک همخونه میشدن. و اشلی وقتی اینو میفهمه خب فکر میکنه که اوکی من نباید برام اهمیتی داشته باشه و حتی به دوستاش هم گفته بوده که من دیگه واقعا نمیخوام با جک ادامه بدم. و به خود جک هم میگه که دست از این رفتارات بردار، واقعا داری خستم میکنی، تو زبونی یه چیزی به من میگی، رفتاری یه کار دیگه ای داری میکنی، تو باهاش داری به من دروغ میگی، خودت همه کاری میکنی ولی اگر من یه کاری بکنم رفتار اصلا خوبی با من نداری. و جک برمیگشته بهش میگفته غلط کردم، گوه خوردم، هر جور میتونسته از دل اشلی در می آورده. و اشلی با وجود اینکه اون بار میخواسته واقعا رابطه رو به هم بزنه و به دوستاش هم گفته بوده، به خاطر اینکه جک میاد و بهش میگه من غلط کردم که خوردم، میگه که اشکال نداره باشه، من قبول میکنم و باز هم با هم دیگه ادامه میدیم. اشلی 18 ساله میشه و یه چیزی حدود 6 سال الان دیگه با جک هم دیگه با هم دیگه هستن. و خب ببین یک رابطه 6 ساله لانگ دیستنس اصلا خیلی به نظر من میتونه عمیق تر باشه تا یک رابطه که حالا یه نفر رو از راه نزدیک میتونی ببینی و هر روز حتی مثلا باهاش بری بیرون و اینها. اون رابطه اصلا یه جورای عجیبی آدم باهاش زندگی میکنه یه جورایی، حالا نمیدونم شاید واقعا نظر شما فرق کنه، ولی نظر من اینه، با اون طرف زندگی میکنه عملا و واقعا فکر میکنه به خاطر که تایم خیلی زیادی رو داره باهاش میگذرونه اون طرف رو خوبه خوبه خوب میشناسه، در حالی که آدم ها واقعا پشت اون موبایل که میشینن درسته که خیلی وقت خود واقعیشون رو نشون میدن ولی همیشه یک دارک سایدی هم دارن که به موقعش باید با آدم نشون بدن. اون موقعش کی هستش بستگی داره واقعا به خود طرف. چون اشلی دیگه به سن قانونی رسیده بوده و میتونسته بره سر کار، شروع میکنه توی فست فودی کار کردن به خاطر که میخواسته پولاشو پس انداز کنه به خاطر یه سری چیزها. اولین چیزی که میخره یه دونه تبلته به خاطر که اعتقاد داشته دیگه خیلی زیاد از حد همه چیز علنی هستش و خب ترجیح میده که یه تبلت داشته باشه که اون سوشال مدیاش رو یه ذره خصوصی تر کنه، یه ذره برای خودش باشه، یه جوری نباشه که وقتی داره یه کاری انجام میده بابا و مامان و خواهر و حالا اگر کسی خونهشون باشه اطراف یا کلشون توی اون به اصطلاح کامپیوتر باشه. و بعد هم شروع میکنه به پس انداز کردن پول بیشتر برای یک سفر هیجان انگیز. بعدم میاد مذهبش رو عوض میکنه و به پیروان مذهب مورمون میپیونده. من توی ویدیوی قبلی که در مورد میکی بود هم در مورد این مذهب یه توضیح کوچیک دادم، ولی گفتم که به خاطر اینکه خیلی توضیحات در مورد این مذهب زیاد هستش بهتره برید سرچ کنید اگر دوست دارید در موردشون بیشتر بدونید. یک شاخه از مسیحیته. و در نهایت سال 2020 اشلی از دبیرستان سیتن فارغ التحصیل میشه و تصمیم داشته توی دانشگاه تامسون ریور وکالت بخونه. خیلی علاقه داشته که وکیل بشه ولی به خاطر اینکه اون زمان همجوری که میدونید پندمی کووید بوده و کلاس‌ها آنلاین بوده و نمیتونستن برن سر کلاس و اشلی دوست داشته که بره توی محیط دانشگاه، بره سر کلاس بشینه و دوست داشته حضور فیزیکی داشته باشه توی دانشگاه، اون سال تصمیم میگیره که دانشگاه ثبت نام نکنه که حالا ببینیم سال دیگه چه اتفاقی میفته. و به خاطر همین وقت بیشتری رو میذاره و بیشتر کار میکنه تا بتونه سریع تر پولش رو پس انداز کنه.
در نهایت توی نوامبر سال 2021 اشلی موفق میشه اون میزان پولی که برای سفر نیاز داشته رو جمع بکنه و تصمیم میگیره که بره و تولد دوست پسرش رو در کنارش بگذرونه. مسلما خانوادش اصلا موافق نبودن، به خاطر اینکه هر چقدر هم که اینها با جک آنلاین صحبت کرده بودن، بازم خانواده اشلی اعتقاد داشتن که ما این پسر رو نمیشناسیم و دلیل نداره که تو این همه راه رو برای دیدنش بلنش سفر کنی بری. ولی کسی نمیتونه جلوی یک کسی که به سن قانونی رسیده و الان پول لازم رو هم خودش جمع کرده رو بگیره. به خاطر همین خانوادهش موافقت میکنن و 12 نوامبر 2021 اشلی در حالی که یک ویزای 6 ماهه داشته کانادا رو به مقصد انگلیس ترک میکنه. سر از پا نمیشناخته، انقدر هیجان داشته و انقدر خوشحال بوده. تصورش رو کنید، یک لحظه خودتون رو بذارید به جاش، آدم مورمورش میشه از هیجان. اصلا یه حس خیلی عجیبیه که تو بخوای یک نفر رو که هیچ وقت ندیدیش از نزدیک بخوای ببینی. و بالاخره توی 13 نوامبر اشلی و جک موفق میشن همدیگر رو ببینن. دقیقاً همون روز اشلی پروفایل پیکچرش رو به یه عکس دو نفر از خودش و جک تغییر میده. و خب دیدن یک آدم از نزدیک خیلی فرق داره با دیدن عکسش یا حتی ویدیو کال کردن باهاش. به خاطر اینکه جک کاملا مشخص بوده که سنش با وجود که 23 سالش بوده از اشلی خیلی بیشتر میزده. یک آدمی هم بوده که روی تمام تنش تتو داشته، حتی روی صورتش رو هم تتو کرده بوده. یه چیز خیلی عجیب غریبی بوده در مقابل اشلی. و اول کار جک همون چیزی بوده که اشلی میشناخته. البته روی مهربونی رو که نشون اشلی داده بوده، گفتمتون که اون روی بد اخلاق و پرخاشگر و عصبیش رو هم اشلی دیده بوده. ولی وقتی که اشلی رو برای اولین بار از نزدیک میبینه، اون روی پروانه ای و خوب و دوست داشتنیشو نشون میده. خیلی مهربون بوده، خیلی کیرینگ بوده، یعنی خیلی سعی میکرده که مراقبت کنه از اشلی. از اونه که مثلا همش حواست هست چی میخوری، چی کار میکنی، چی میپوشی، مراقب باش، مثلا این یه اتفاقی برات نیفته، اینجوری نشه. میدونید خیلی حواسش بهشون بوده. خیلی از اشلی تعریف و تمجید میکرده، یعنی یه جورای اشلی رو خیلی خیلی ستایش میکرده و کیه که از این بعدش بیاد. و یه چیزی که باید بهتون بگم این هستش که خب جک کار نمی کرده. یک آدم بیکار بیار بوده که توی خونه میمونده، از کمک های دولتی استفاده می کرده و هر از گاهی هم تریسی مادرش بهش کمک مالی می کرده. خب اشلی هم نمیتونسته سر کار بره به خاطر که ویزای توریستی داشته. به خاطر همین شروع میکنن به گشت و گذار، این ور میرن اون ور میرن، همش میرفتن با هم دیگه بیرون. اشلی هم از تمام این لحظات عکس و فیلم میذاشته و همه مشاهده لحظه های خیلی خیلی شاد و دوست داشتنی این دوتا با هم دیگه بودن. هر کی این دوتا رو میدیده میگفته چه زوج مناسبی و چه زوج شاد و خوشحالی هستن. اشلی هر روز با خانوادش ویدیو کال میکرده تا اونا رو در جریان وقایع زندگی که حالا الان شروع کرده بوده قرار بده. و تازه اینم براتون نگفتم که یه دونه بچه گربه هم آداپت میکنن، اسمش رو میذارن وینستون. خلاصه تا اینکه یه کمی میگذره، خیلی کم، و جک اون روی وحشتناک و سیاهش رو نشون میده، همون روی عصبی و پرخاشگرش رو. دیگه اون جک پروانه مهربون نبوده، تبدیل میشه به اون حیولای واقعی که بوده. اول از همه برعکس اشلی که خوب دوست داشته اونجا رو ببینه، بره بیرون، هیچ علاقه به بیرون رفتن از خونه نداشته، دلش میخواسته تو خونه بمونه، مواد بکشه و گیم بازی بکنه. در حالی که خب اشلی واقعا یک سری کارهای خیلی محدودی تو خونه میتونسته انجام بده و دوست نداشته که توی خونه بمونه، ولی جک به هیچ وجه حاضر نبوده همراهش بره و باهاش همراهی بکنه. تو همین حین یه چیز رو براتون بگم. زمانی که اشلی میخواسته بیاد اینجا، گفتم که اشلی به مذهب مورمون ها پیوسته بوده و اونها کلیسا رفتن یکی از کارهای روتینشون هست. دوی از دوستاش که توی کلیسا بوده بهش میگه که یه مبلغ آمریکایی هستش مال مذهب مورمون که همزمان با تو توی انگلیس هستش، شمارش رو میده به اشلی که اونجا با همدیگه قرار بذارن و بتونن بیشتر در مورد مذهب صحبت بکنن. ولی جک اجازه نمیداده که اشلی یک شنبه ها بره کلیسا.
و از اونجا که خب خیلی سخت گیر بوده رو این قضیه، اشلی شروع میکنه با اون مرده چت کردن، در مورد مسائل مختلفی با هم دیگه صحبت میکردن و مجبور بوده به خاطر اینکه جک همیشه تلفنش رو چک میکرده تمام چتاشون رو پاک کنه. اون آقاه متوجه شده بوده که حالا بعد از یه مدتی که این چیزا رو میبینه میفهمه که جک آدم کنترلگر و عصبانی هستش و وقتی این قضیه رو از اشلی میپرسه و بهش میگه تو چرا تو این رابطه هستی، اشلی برگشته بوده بهش گفته بوده که من مسلما مستحق بهتر از اینها هستم، ولی جک پسر مهربونیه و من دلم میخواد جک خوشحال باشه. و این همون قضیه هستش که اول این ویدیو بهتون گفتم، آدمی هستش که روی خوب همه چی رو میبینه، نسبت به همه چیز خوشبینه و اصلا 1% به این فکر نمیکنه که آدم بدیش خیلی میتونه بیشتر از خوبیش باشه و اون بدیه میتونه هر جوری میتونه به تو آسیب برسونه، همینجوری که الان داره یه جورایی آسیب روحی بهش میزنه. ولی خب خیلی مهربون بوده دیگه، به این چیزا فکر نمیکرده. و گفتم بهتون که خیلی زمان کوتاهی بعد از اینکه اشلی میره انگلیس، جک اون روشو نشون میده، جوری که 6 هفته بعد از اینکه اشلی رسیده بوده انگلیس، جک به مامانش پیام میده و میگه که اشلی رو کتک زده به خاطر اینکه توی گوشی اشلی دوتا شماره مربوط به انگلیس دیده که بلاک شده بودن و باعث شده بوده که حسادت جک برانگیخته بشه و اشلی رو به باد و کتک بگیره. و گفتم که اشلی خب توی فضای مجازی خیلی فعال بوده و خیلی نشون میداده که خب همه چیز خوب هستش، ولی اومده بوده برای خودش یه دونه اکانت پرایوت درست کرده بوده و تمام مدارک و مستندات از اون حالا کتکایی که داشته میخورده و کبودی های بدنش رو توی اون پروفایلش میذاشته. و در کنار اینها هیلا خواهر اشلی هم در جریان این قضایا بوده، یعنی اشلی بهش میگفته که چه اتفاقایی داره براش میفته، ولی همیشه خواهرش رو تهدید میکرده که ببین اگر بفهم یه دونه از اینا رو به مامان گفتی دیگه باهات ارتباطمو قطع میکنم، به خاطر اینکه نظرشون بوده که نمیخواسته خانواده‌اش از جک متنفر بشن. اینقدر این دختر خوب بوده تصور کنید. اواخر دسامبر 2021 جک یک عالم قرص ضد استراب مصرف میکنه و خب حالش بد میشه و اووردوز میکنه. اشلی آمبولانس رو خبر میکنه و موقعی که میبرنش بیمارستان و حالا شروع میکنن به احیا کردنش و درمان کردنش که کاش هیچوقت این کار براش انجام نمیدادن و همون موقع میمرد، اشلی قبول میکنه که کنار جک بمونه و ازش پرستاری بکنه، داروهاش رو سر موقع بده و سعی کنه با اون عشقی که داره به جک میده حال جک رو خوب کنه. اشلی در این مورد به خانواده‌اش هیچی نمیگه، ولی هیلا خیلی اتفاق قضیه رو میفهمه و به مامانش میگه. مامانش هم زنگ میزنه به اشلی میگه باید برگردی، ولی اشلی بهش میگه بذارید حال جک خوب بشه، وقتی حالش خوب بشه و احتیاج به مراقبت نداشته باشه من برمیگردم. اوایل ژانویه 2022 یک اتفاق دیگه میفته. جک لیوان مشروب رو تو سر اشلی خورد میکنه و بعد وادارش میکنه اون خورد شیشه ها رو جمع کنه. اشلی هم در حالی که داشته گریه میکرده و خورد شیشه ها رو جمع میکرده با هیلا تماس میگیره و قضیه رو بهش میگه. چون تماس تصویری بوده، هیلا میبینه که همینجور که خواهرش داره گریه میکنه و کار میکنه، جک پشت سرش داره قدم میزنه و دندوناشو با حرص به همدیگه فشار میده. هیلا به خواهرش التماس میکنه، میگه برگرد، ولی اشلی موافقت نمیکنه. تا اینکه گفتمتون که جک 9 ژانویه به دنیا اومده بود. 9 ژانویه فرا میرسه، تولد 23 سالگی جک در کنار خانواده به خوبی و خوشی برگزار میشه و انگار نه انگار که اینها انقدر با همدیگه کنتاکت دارن. پرسی مادر جک و ناپدرش با همدیگه یه برنامه مسافرت میچینن، چون حالا مامانه در جریان بوده که این بچه داره چی کار میکنه. میگه به خاطر اینکه حالا یه کمی از این حال هوا بیرون بیاین و یه ذره بهتون خوش بگذره، یه برنامه مسافرت میچینن که برن حالا یه شهری کنار ساحل و برن با همدیگه خوش بگذرونن که یه کمی فضا از اون فضای متشنج دور بشن. باز هم اونجا اشلی جوری برخورد میکنه که انگار همه چیز خیلی عالی هستش، ولی اواخر ژانویه اتفاقی میفته که دوباره نشون میده
اصلا هیچی گل و گلاب نبوده. اون روز اشلی و هیلا جباره داشتن با هم دیگه ویدیو کال میکردن که جک برمیداره کنترل تلویزیون رو پرت میکنه تو سر اشلی و هیلا میبینه. خیلی وحشتناکه که این چیزا رو ببینی و ببینی که خواهرت داره مورد آزار و اذیت قرار میگیره. دوباره هیلا التماسش میکنه و ازش خواهش میکنه، میگه برگرد. اشلی اول میگه باشه برمیگردم، ولی بعدش به هیلا میگه هیلا ببین این الان داره دارو مصرف میکنه، من مطمئنم با عشقی که من بهش میدم یواش یواش حالش خوب میشه، بذار کاملا جک خوب بشه و من بعدش برمیگردم. این چیزی که تو داری میبینی جک واقعی نیست، این مریضه، باید خوب بشه. و چرا اینقدر یک نفر باید ساده لوح باشه که کتک بخوره، مورد آزار و اذیت قرار بگیره، ولی همش به این فکر بکنه که نه این آدم خوبه، مریضه، داره دارو میخوره، خوب میشه. چرا باید واقعا یه نفر اینجوری فکر بکنه؟ نمیدونم با. و میدونید مسئله چیه؟ مسئله اینجاست که جک اومده بوده اشلی رو انداخته بوده توی لوپی، از این طرف میزدتش، از اون طرف میاد ازش عذرخواهی میکرده، میگفته گوه خوردم غلط کردم، و این باعث شده بوده که اشلی بگه که من بدیاشو نمیبینم، من این پارت عذرخواهی به بعدش رو میبینم. این پارت عذرخواهی به بعدش یعنی که جک خیلی پسر خوب و دوست داشتنی، هر چقدر هم که این آدم اظهار پشیمونی بکنه، ولی در اصل همون چیزی هستش که داره نشون میده، همون آدم دارکی هستش که هست. اول فوریه سال 2022 هنوز ساعت 8 صبح نشده بوده که هلن بورتون شاو همسایه جک صدای فریاد اشلی رو میشنوه. سراسیمه میره در خونهشون رو میزنه، در باز میشه، اشلی در حالی که داشته گریه میکرده و پا برهنه بوده و از دستش خون میومده میاد جلوی در. هلن از این دختر میپرسه که چه اتفاقی افتاده. اشلی بهش میگه که من داشتم به یک عکس نگاه میکردم، جک اومده مچ منو گرفته، عصبانی شده، بهم فحش داده، تلفنمو گرفته زده زمین خورد کرده، گربمون هم کوبیده به دیوار. من این پارتشو خیلی ناراحت شدم به خاطر که نمیدونم حالا وقتی که گربه رو زده چه اتفاقی برای اون بچه گربه بیچاره افتاده. ولی در هر صورت هلن بهش میگه که نباید برگردی توی اون خونه و بیا همراه من بریم، من وقت دکتر دارم، بیا بریم که دکتر ببینتت و برای این وضعیت یه کاری انجام بده. ولی اشلی بهش میگه که نه من نمیخوام همچین کاری کنم و شما هم خواهشان به پلیس اطلاعی نده. هلن قبول میکنه ولی میگه که اوکی من به پلیس تماس نمیگیرم، ولی من باید حتما با جک حرف بزنم. و چقدر یک آدم باید بیخیال باشه که وقتی همچین صحنه رو میبینه و بهش میگن که خب به پلیس زنگ نزن، بگه که باشه زنگ نمیزنم. خلاصه میاد توی خونه با جک صحبت میکنه، جک دوباره اظهار پشیمونی میکنه و هلن میخاطر که وقت دکتر داشته میره. چند دقیقه بعدش اشلی با تلفن جک به خانوادش تماس میگیره و شروع میکنن به صحبت کردن و به خاطر اینکه هیلا قضیه رو کامل برای خانوادش تعریف کرده بوده و حالا هم خانوادش دخترشون رو با اون سر و فز میبینن و اشلی میگن که ما همین الان برات بلیط هواپیما میگیریم و همون موقع که داشتن باهاش صحبت میکردن براش بلیط هواپیما رو رزرو میکنن برای روز 3 فوریه، یعنی دو روز بعدش، و بهش میگن که باید برگردی. اشلی همونجوری که داشته به خانواده‌اش صحبت میکرده برمیگرده به جک میگه که من باید برگردم و خانواده‌ام به هم دارن میگن که باید برگردی، و جک بهش میگه که اشکال نداره من همراهت میام، بعدن میریم با هم دیگه تست کووید میگیریم. میدونید که اون موقع باید تست کووید میگرفتن برای سوار هواپیما شدن، و اینکه بهش میگه که من خودم تا فرودگاه میبرمت و اصلا مسئله ای نیست. اما اشلی همونجا بهش میگه که اگر یک بار دیگه جک بهت حمله کرد بدون معطلی وسایلتو بردار و برو فرودگاه، اصلا مهم نیستش که هنوز به وقت پروازت باقی مونده. و از اون طرف هم به جک میگه که اگر یک بار دیگه به دختر من صدمه بزنی من سریعا به پلیس تماس میگیرم. و خب تایم طولانی اینها با هم دیگه صحبت میکنن، جوری که موقعی که تلفن رو قطع میکنن 3 ساعت طول کشیده بوده. توی ورنن ساعت 3 صبح بوده توی کانادا و توی انگلیس ساعت 11 صبح بوده. بالاخره میرن میگیرن میخوابن خانواده اشلی، و بعد از اینکه تلفنشون قطع میشه اشلی تعداد خیلی زیادی مسیج برای پدر و مادرش و برای یکی از دوستاش میفرسته. چند دقیقه بعد جک به مامانش مسیج میده و میگه که دوباره اشلی رو بدجور کتک زده، هلش داده زمین و دست اشلی شکسته. این قضیه بین حدود ساعت 11:30 تا 12:30 همون روز اتفاق افتاده بوده.
اشلی از تلفن جک دوباره شروع میکنه به خانواده‌اش مسیج دادن، به یکی از دوستای صمیمیش مسیج میده، ولی به خاطر اینکه خب دیگه اونا نصف شب بوده و خوابیده بودن کسی بهش جواب نمیده و به همون مبلغی بود که بهتون گفتم که اومده بوده انگلیس، به اونم مسیج میده، ولی متاسفانه معلوم نیستش که چه اتفاقی افتاده بوده، به خاطر اینکه زمانی مسیج کمک اشلی به اون آدم میرسه که دیگه دیر شده بوده. حدود ساعت 12:30 تا 12:45 دوباره جک به اشلی حمله میکنه، دستش رو روی گردن اشلی میذاره و انقدر فشار میده تا نفس اشلی قطع میشه. بعد میره توی آشپزخونه، یه چاقوی آشپزخونه 11 سانتیمتری برمیداره، برمیگرده میشینه روی قفسه سینه اشلی و 100 بار توی قفسه سینه به اشلی چاقو میزنه. بعدش عکس پروفایلش رو به یه عکس دو نفره با اشلی تغییر میده و زیرش مینویسه Always mine، یعنی همیشه مال منی. بعد بر میداره یه ویدیو برای هیلا خواهر اشلی ضبط میکنه و توش میگه که خیلی متاسفه که اشلی را دعوا میکنه و اذیت میکنه، ولی نمیتونه اجازه بده اشلی برگرده و اشلی باید همیشه پیشش بمونه. ولی این ویدیو هیچ وقت سند نمیشه، خدا رو شکر، به خاطر که جسد پاره پاره شده اشلی توی ویدیو مشخص بوده. صبح میشه و خانواده اشلی توی کانادا از خواب بیدار میشن و با یک حجم زیادی از مسیج ها و تلفن های اشلی مواجه میشن. قطعا زنگ میزنن، جک جواب تلفنشون رو نمیده. خیلی نگران میشن و به یکی از دوستاشون به نام جیمی اشورد زنگ میزنن و ازش میخوان که بره در خونه جک و ببینه قضیه از چه قراره. جیمی به همراه یکی از دوستاش به نام تایلر بوردن میرن دم در خونه جک، ولی هرچی در میزنن کسی جواب نمیده و از اونجایی که خب نگران شده بودن با پلیس تماس میگیرن ولی میرنشون. 10 دقیقه طول میکشه از زمانی که جیمی به پلیس تماس میگیره تا پلیس برسه. توی همون حین جک یک ویدیو کال هم با خواهرش نادیا انجام میده و اونجا بهش میگه که من اشلی رو کشتم و حتی جنازه اشلی رو به خواهرش نشون میده. و الان که جیمی حدود ساعت 4 اینا بوده، رسیده بوده دم در خونه جک و پلیس رو خبر میکنه و حدود ساعت 4:10 4:15 بوده که پلیس میرسه دم در خونه جک، در خونه رو میشکنه، وارد میشه و متاسفانه دیگه کار از کار گذشته بوده و جک رو که سر تا پا خونی بوده دستگیر میکنه. جک همون موقع اعتراف میکنه که آره من قتل انجام دادم، ولی میگه که من از لحاظ روانی مشکل دارم و جک رو در جا به زندان چلسفورد منتقل میکنه و دادگاهش رو برای تاریخ 7 سپتامبر 2022 میگذارن. تو آزمایش هایی که از جک انجام میدن، چه سمشناسیش نشون میده که یه مقدار کمی مواد مخدر توی خونش وجود داشته و همینطور مقدار کمی هم داروی ضد استراب توی خونش نشون داده میشه و بعد هم که معاینه روانپزشکیش نشون میده که جک هیچ مشکلی نداره و میتونه توی جلسات دادگاه حاضر بشه. خدا رو شکر خیلی خیلی علیه جک مدرک وجود داشت، مخصوصا ویدیویی که گرفته بوده و اعتراف کرده بوده به قتل اشلی کاملا بر علیهش استفاده میشه. اون روزی که توی دادگاه قاضی ادوارد موری و دادستان سیمون اسپنس داشتن پرونده جک رو بازخونی میکردن، تازه خانواده اشلی میفهمن که دخترشون با چه هیولایی تو رابطه بوده، به خاطر اینکه جک از سال 2014 با قانون تو مشکل بوده. چندین بار به خاطر تعقیب، آدم ربایی و حبس غیرقانونی افراد توی خونه دستگیر شده بوده. حتی به جرم حمله به مادرش و دوست دختر سابقش دستگیر شده بوده. و خانواده اشلی وقتی این رو توی دادگاه میشنون وحشت زده میشن از اینکه این چه آدمی بوده و اینا نمیدونستن و حتی دخترشون نمیدونستن. و جالب اینجا که بدونی اون سال از سال 2014، یعنی 15 سالگی جک، یعنی تقریبا از همون موقعی که با اشلی آشنا شده بوده. زمانی قبل از دادگاه که جک توی زندان بوده یک نامه عذرخواهی مینویسه برای خانواده اشلی. اصولا این کارو میکنن، امیدوار هستن که حکمشون کاهش پیدا بکنه. یه قانونی دارم توی انگلیس ظاهرن که اجازه میده که اگر که نامه‌ای فرستاده بشه تا
توی دادگاه خونده بشه و اصلا کلا رسانه‌ای بشه. این نامه برای همه خانواده اشلی به خصوص مادرش و هیلا بوده. بهش میگه که میدونه که هیچ چیزی نمیتونه اشلی رو به زندگی برگردونه و میدونه که اونا چه دردی رو دارن میکشن و هیچ چیزی نمیتونه دردشون رو تسکین بده. ولی گفته بوده که این کاری که من کردم به خاطر مشکل روانی بوده که داشتم و اشلی کاملا در جریان این بوده که من مشکل روانی داشتم. یه جورایی انگار میخواسته مثلا خودشو ماسمالی کنه همه چیز و حالا خودشو خیلی بیمار روانی جلوه بده که بخوان ببخشنش. و هر حال قاضی بهش حکم حبس ابد میده با امکان آزادی مشروط بعد از 23 سال. حرفم نمیاد. نمیدونم حالا شما نظرتون چیه. البته من واقعا یه چیز رو بهتون بگم، بیش از اندازه خوشبین بودن اشلی کار دستش داد و اینکه بخواد به این فکر، البته خب من قبول دارم احتمالاً به خاطر اینکه خیلی جک رو دوست داشته، ولی وقتی که یک نفری داره اذیتتون میکنه و داره بهتون آزار میده نباید بگید که خب من دوستش دارم. اون آدم میتونه به هر طریقی به شما آزار برسونه. اون آدم اگر شما رو دوست داشته باشه متقابلا هیچ وقت نمیاد به شما آزار روانی برسونه. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. به خاطر اینکه دیگه نمیخوام بیشتر از این وقتتون رو بگیرم، فقط ازتون خواهش میکنم که اگه تا اینجای ویدیو دیدید حتما لطفا کانال رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت هم که به من منت میذارید. خیلی خوشحال میشم اگر برام لایک بکنید و کامنت بذارید. کامنتاتون رو میخونم. نظراتتون رو واقعا در مورد این پرونده برام بنویسید، میخونم. و مراقب زیبایی هاتون باشید. دوستتون دارم و توی ویدیوی بعدی میبینمتون. فعلا.